سلام به محور امشب خوش آمدید. من نصر نبیل تا یک ساعت دیگر میزبان شما در این برنامه هستم. همزمان با یک سالگی بسته ماندن مکتب های دختران در کشور، انتقادهای تند در این باره بر نشانی حکومت سرپرست مطرح شده است. حکمت کرزای معین پیشنه وزارت خارجه از طالبان به خاطر بسته ماندن لیسه های دختران در یک سال گذشته انتقاد کرده و میگوید که این کار باعث شرمندگی همه است. در همین حال گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که طالبان باید حقوق زنان را تامین کنند و مکتب های دختران را بازگشایی کنند. در ادامه واکنش ها در برابر بسته ماندن مکتب های دختران در کشور، حکمت کرزای معین پیشین وزارت خارجه از طالبان به خاطر بستن لیسه های دختران در یک سال گذشته انتقاد کرده است و گفته است که این کار باعث شرمندگی همه است. در قرن 21 افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران بالای صنف ششم در آن از رفتن به مکتب منع می شوند. یک سال کامل گذشت که دختران از رویاها و آینده خود محروم شدند. همه ما نه تنها مسئولیم، بل باید خجالت بکشیم. یک سال در نظام آموزشی و تعلیمی یک کشور میتونه همانند یک عمر تلقی شود و باید بپذیریم قدرت حاکم در افغانستان بدون هیچ گونه دلیل شرعی، منطقی و قانونی یک سال از عمر دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم را تلف کرده. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز در صفحه تویترش واکنش تند درباره بسته ماندن مکتب‌های دختران نشان داده است. در تمام جهان افغانستان یگانه کشوری است که مکتب‌ها برای دختران بسته هستند. کشوری که محتاج کمک‌های بشری است و نیاز به نیروی انسانی تحصیل یافته جهت رهایی از فقر و رسیدن به خودکفایی و ترقی دارد. محرومیت دختران از ادامه درس و تحصیل ظلم با آینده یک کشور و خیانت ملی می باشد. بسته ماندن مکاتب دختران برای جی که افغانستان در ملل متحد برسمت شناخته شوه یک تاثیر منفی کرده و افغانستان برسمیت شناخته نشد. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز در یک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز میگوید که طالبان باید حقوق زنان را تامین کنند و مکتب های دختران را بازگشایی کنند. نیاز بر توصیه تمامی بخش های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان است. باید بگویم که پشتیبانی بزرگ جهانی از زنان افغان و بازگشایی مکتب ها وجود دارد. این تنها کاری نیست که آن را انجام می دهیم، اما بخش مهمی است. این در حال است که به تازگی سرپرست وزارت معارف گفته است که مکتب های دختران به علت مسائل فرهنگی بسته هستند و مردم نمی خواهند که دخترانشان را به مکتب بفرستند. گفته هایی که با واکنش های گسترده مردم روبرو شد و این ادعا را رد کردند. برای بحث بیشتر روی این موضوع، سلیم پیگر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان، و همچنان مریم معروف آروین، مدافع حقوق زن، روی خط اسکایپ در برنامه با قدر مهمانان عزیز. سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. مثلا با شما به آروین آغاز میکنم. همزمان با یک سالگی بسته ماندن مکتب های دختران، این بار انتقادها همچنان مطرح شده، اما نسبتا تندتر، که قول از حکمت کرزای است که بعد روی آن بحث خواهیم کرد. ولی فکر میکنید که بالاخره این انتقادها هرچند تند را طالبان خواهند شنید؟ خیلی ممنون، سپاسگزار. با سلام مجدد به شما، مهمان بسیار خوب شما و همه مردم دردمند افغانستان. به ابتدا اجازه بدین که قلبا اعتراف بکنیم که شرمنده هستیم نزد دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم که با تمام تلاش ها، با تمام رساسازی صدای عدالت خواهی و بازگشایی مجدد مکاتب دخترانه، هنوز هم مکتب ها بسته است و بدون شک که این صدمه میزنه تهداب اجتماع در افغانستان که سالیان سال طول خواهد کشید که دوباره ما بتانیم اون ترمیم بسازیم بنوان. علاوه بر این که یک جفای بزرگ است، واقعا یک جنایت بزرگ است در حق مردم دردمند افغانستان و زنان همیشه مظلوم واقع شده افغانستان. در قبالی که چقدر این صداها مورد شنیدن واقع میشه از سوی قدرت حاکم و در پهلوی از او چقدر تانسته تأثیر گذار باشن، متاسفانه شما نتیجهش را با بسته بودن مکاتب دخترانه میبینید که با گذشت یک سال قدرت حاکم طور رفتار میکنه که گویا هیچ چیز در این کشور اتفاق نیفتاده و یک مسئله بسیار کوچک، در حالی که چنین نیست. بله، امروز ما با بستن مکتبهای دخترانه گلوی میلیون ها دختر دردمند را در کشور میبندیم، بسته میکنیم و فشار میدیم که اونا میلیون ها و هزارها آرزو برای کار، خدمت برای کشور و مردم خود دارند. با اون لحاظ یک جفای بزرگ است و قطعا صداها تا زمانی که گام های عملی،
فشارهای عملی وجود نداشته باشه شنیده نمیشه. چرا به فشارهای بنیادی گذشته باز هم روی صحبت ما با مردم افغانستان است تا جامعه جهانی. جامعه جهانی در یک سال گذشته ثابت کرد که بدترین جنایت را در حق مردم افغانستان، در حق زنان افغانستان، خصوصا ایالات متحده آمریکا انجام دادند. و دیگه با گذشت هر روز امیدها از این کشورها، از این مدافعانی که همیشه داد میزنند که ما مدافع حقوق بشر و حقوق زن هستیم، مگر این بشر که در افغانستان موجود است اینا انسان و بشر نیستند، بران امیدها کاسته میشه. و من امیدوار هستم که مردم افغانستان جایگاه خودشان را به عنوان شما از فشارهای عملی یاد کردید بون اوربین، این فشارهای عملی چه باید باشد؟ مثلا ما به داخل افغانستان شاهد هستیم که در پکتیا، در فاریاب و برخی از ولایت های دیگر خیزش های مردمی را داشتیم برای بازگشایی مردمی و جنبش های مردمی که مکاتب دخترانه را باز بکنند، که متاسفانه این سرکوب شد و یکی از دلایل سرکوبی است که ما در سراسر افغانستان اقدام را متاسفانه نداشتیم. یک سال از بستن مکتب های دخترانه میگذرد، ما تا هنوز جرأت امیر نکردیم که به گونه مردمی از قدرت حاکم پرسان بکنیم که به چه صلاحیتی و به چه دلیل مکتب ها شما بسته کرد. به اون لحاظ عدم نقش فعال مردم افغانستان و عدم درک جایگاه مردم افغانستان توسط خود مردم افغانستان یک مشکل و یک چالش بزرگ است که باعث شده که مکتب ها هنوز هم بسته باشه. همونطور که به شما گفتم جامعه جهانی گزینه های زیاد دارد، ولی متاسفانه به دلیل عدم صداقت جامعه جهانی و سیاست های جامعه جهانی در محور منافع خودشان و شدت و بیشرمانه خاموشی اختیار کردن در برابر نقص گسترده حقوق زنای افغانستان. ممنون، برمیگردم به شما آقای پیگیر. آیا عامل اصلی و یا هم آنچه که نقش محرک اصلی را داشته باشد خاموشی و یا هم فعال نبودن مردم افغانستان است در این خصوص؟ سلام خدمت شما نبیل صاحب، مهمان عزیز در برنامه و بینندگان گرامی شما. نبیل صاحب عزیز، در این مورد ما شما زیاد بحث کردیم، ولی در یک موضوع ما حیران ماندیم. دختر افغان حق داره گدایی بکنه، دختر افغان حق داره کراچیوانی بکنه، دختر افغان حق داره پودری شوه، ولی دختر افغان حق نداره که مکتب بخونه. این عجب انصاف است. ما اگر راست پرسان بکنی، هر بار که در این مورد میاییم در رسانه ها، هر روز امروزی سه هم رسانه است درباره مکاتب صحبت میکنیم، باور کنین به چشم دختران افغانستان دیده نمیتانیم. ما شرمنده از اون هستیم. نه تنها ما، تمام پدران، تمام مردای افغانستان باید از دختران افغان معذرت بخواهیم. با خاطر ما در مقوخ نتانستیم که یک حق طبیعی زناره که ای از هیچ کس اجازه تا کار نداره که اونا میخواین تعلیم میاد بگیرن، ما همو حق برشان داده نتانستیم. من حیث یک پدر، من حیث یک افغان در تمام رسانه ها از دختران افغان معذرت خواستیم، یک بار دیگه معذرت میخوایم. ولی با معذرت خواستن آقای پیگیر میشود مشکل حل شود؟ نه، هرگز نه. ببینین، ما دولت قرار داریم که تنها میتونیم راه های نجات این کشتیه که همه مردم افغانستان در او سوار است و طبیعی است که کشتیبانش امروز امارت اسلامی است، همون راه ها را برشان نشان بدیم و کوشش داریم که به بسیار راه های این دو آقای پیگیری یک سال شد که برای حکومت گفته می شود. بالاخره حکومت تا حال چون این سیاست داشته، سیاست مبهم، از یک سو می گویند که ما مخالف نیستیم، از سوی دیگر در مکاتب را باز نمی کنند و عوامل هم که مطرح می شود عوامل متضاد و مختلف از آدرس های مختلف است. بالاخره چه کار باید شود که باید همین درب مکاتب باز شود؟ ببینید، سه گزینه داریم. گزینه اول، امارت اسلامی افغانستان باید فیصله بکنند که درهای مکاتب برای دختران افغان باز شود. اگر فیصله نکنند؟ ببینید، ما گفتم سه گزینه داریم. این گزینه اول. گزینه دوم، مردم افغانستان
اگه اینا نکرد مردم افغانستان باز میکنه. ولی شما اقدامات مردم پکتیا را میبینید که خودشان باز کردن ولی دوباره بسته شد و ببین قول بونو آرمین سرکوب شدند. بگذارین که من سه گزینه را بگویم. گزینه سوم بالاخره جامعه جهانی 20 سال ما را به نام تروریست خواد کشت، ای بار به نام مردم ضد فرهنگ اونا خواد اقدام خواد کردن. بنان امارت اسلامی افغانستان تصمیم خود بگیره. گزینه اول بهتر است. ببین ما دولت قرار داریم نبیل صاحب عزیز خو که دست پای ما بسته است در مجموع. بله. همیشه ما که چرا معذرت، دست پای ما به کلی بسته است. ببینید مردم گرسنه است، مردم بیکار است. بله. مردم با یک سرنوشت خوب گرفتار نیست از نگاه اقتصادی. بله. این دست پا را چه کسونه بستند؟ ببینید خب اگر ما هم اقدامات بکنیم که آلات بدتر بسازیم، این به نفع مردم افغانستان نیست. ولی امی که یک سال دختر افغان از تعلیم مانده، ایره هیچ کس مجرا کده نمیتانه، هیچ کس تاوان از ایره دادن نمیتانه. بیاین که منحیس افغان ها سر از این موضوع فکر بکنیم. یک طبعی مردم افغانستان است، ما چرا یق بخواییم؟ یق ماست، باید این کار شوه و حتمی میشه. باور دارم و شما هم باور داشته باشین از اون سه گزینه ها یا گزینه حتمی عملی میشه. ممنون. بانو آروین، شما از جنبش ها و خیزش ها در سراسر افغانستان حرف زدید برای بازگشایی مکاتب. ولی آقای پیگیری میگویند که ما نباید حالات را بدتر از این بسازیم. بدون شک من با بخش از صحبت های برادر ما پیگیر صاحب موافق هستم و امی که ما اعتراف میکنیم که نتایج تمام مبارزات ما هنوز هم مشخص نیست و مکاتب دخترانه بسته است. اینمی یک شجاعت اخلاقی بسیار بزرگ است. ما امید دارم که حداقل پس از 20 سال کشتار در افغانستان، 20 سال آدم کشی بنا به دین در افغانستان، اینمی شجاعت اخلاقی مسئولین حکومتی فعلی داشته باشند که حداقل میره اعتراف بکنم که ما از شما مردم معذرت میخواهیم، بدون دلیل مکاتب را بسته کردیم و این تاریخ هم بازش میداریم. در قسمت خیزش ها من باورمند به این هستم که تا زمانی که ما شما به عنوان یک ملت آگاه حرکت نکنیم و این چندان امکان نداره که ما هر روز صلح را گدایی کنیم، کشور مرفه را گدایی بکنیم، داور گدایی بکنیم، آرامش گدایی بکنیم، عزت گدایی بکنیم و حقوق طبیعی خود را گدایی بکنیم. هیچ کشور با گدایی جور نشده، با گدایی جور نمیشه، حتی با گدایی خراب میشه. اگر ما در 20 سال گذشته روی کرده تغییر میدادیم و گدا نمی بودیم، مطمئنا امروز به نقطه صفری بر نمیگشتیم که مکاتب ما بسته باشه. با اون لحاظ تا زمانی که ما به شکل خودجوش و آگاهانه اقدام نکنیم، رای حل جزئی وجود نداره. ای کاش بدیل دیگه می بود که من هم میگفتم که بدیل متفاوتر وجود داره، اما بدیل متاسفانه وجود نداره. و از طرف فراموش نکنیم کسایی که به گونه خودجوش و مردمی اعتراض میکنن، اینا با اسلحه اعتراض نمیکنن، اینا با چوب اعتراض نمیکنن، اینا با بیل و کلنگ اعتراض نمیکنن، اینا با زبان خود، با منطق خود اعتراض میکنن. و مطمئن باشین که حرف منطق، حرف جنگ، حرف میل تفنگ، حرف سلاح، حرف مرمی نیست. منطق صحبت است، گفتگو است. این درست. ولی همین اعتراض را بون آروین که ها باید انجام بده در سراسر افغانستان. ما به شما بیان کردیم که شهروندان افغانستان، همه اقشار جامعه افغانستان، تمام مردم افغانستان، شما هم بخش از شما هم شهروند افغانستان هستید بونو آروین. برای شما اکنون در کابل حضور دارید یا اگر ندارید میایید همین کار را میکنید برای حقوق دختران افغانستان؟ بدون شک من میخوایم به شما یک کمک به گذشته برم با بیان بکنم. به ابتدا اگر شما باید داشته باشیم به اعتراف کردم که هنوز هم ما نتیجه نگرفتیم. ما بلد. در گذشته اعتراضات خیابانی داشتیم که سرکوب شد. ما اعتراض و کارزار در مکاتب دخترانه را باز بکنیم تا هنوز ادامه داره و هنوز هم به مبارزه خود ادامه داره. بله بانو آروین، یک پرسش که مطرح میشد با پوزش بانو آروین. بله بفرمایید. تکمیل بسازم کمی که جای سوال
ما کارزار ما زنان افغانستان را حمایت میکنیم. ما پیشنهاد کردیم که مکاتب دخترانه باید به گونه مردمی بازگشایی شود و منتظر فرمان بعدی طالبان نباشیم. اینمی به حد توان است که ما به عنوان یک شهروند افغانستان میتونم انجام بدم و بازم میخوام بگویم که اینمی کافی نیست. من مصمم هستم که ما بازم اعتراضات بیشتر باید داشته باشم. مصمم هستم که با برادرای طالب خود، با برادرای غیر طالب خود، با شهروندای افغانستان، هر آن برادر ما، خواهر ما که میگن مکتبا باید بسته باشه، بشینم صحبت بکنم، منطق بگویم و بگویم که به لحاظ خدا اگر واقعا در این کشور اسلام است، در این کشور حکومت اسلامی وجود داره، اگر در این کشور کوچکترین اتحاد به این وطن و کوچکترین تعهد به ارزش های دین مبارک اسلام وجود داره، باید مکاتب باز شود. باید دخترای افغانستان این درست بونو آروین که محرومیت را تجربه نکنه. درست میرم. ولی با تعداد اندک جنبش خود جوش زنان و یا هم جنبش های دیگری می شود که این اعتراضات را سراسری ساخت برای بازگشایی مکاتب، در حالی که بخش از این زنان معترض همچنان افغانستان را ترک کردن و بیرون رفتن و تعداد هم البته بیشتر از بیرون برای اعتراضات یا تحریک اعتراضات حرفهایی بر زبان میارن، در حالی که در افغانستان هم خودشان نیستند. ما یک نکته را میخوایم به ابتدای سوال شما مطرح بسازم که وقتی ما میگم که همه مردم افغانستان نقش فعال داشته باشی، پاسخ به سوال شما است که با یک جمع کوچک نمیشه این کار انجام بده. می کار یک نفر، دو نفر، ده نفر، 20 نفر، 100 نفر نیست. نمیشه. به می خاطر من گفتم که من صمیمانه از مردم خود در خواست میکنم که زور مردم به اصطلاح میانه ما شما شهروندان افغانستان زور خدا است. به می خاطر من اشاره میکنم که ولی تو دهان نیاز به رهبری دارد بون آروین، شما بیشتر و بهتر میفهمید. دوم سوال شما نبی صاحب که بدون پاسخ نمانه، من فکر میکنم که مهم نیست کی در داخل افغانستان است، کی در خارج افغانستان، مهم نیست که این صدایی که بلند میشه اینمی چقدر به سود مردم است. اما آدم خارج از افغانستان میگه مکتب باز شو مگر به ضرر مردم میگه، اونی که با داخل هم هست میگه مکتب باز شو مگر به ضرر مردم. ما کل ما زبان مشترک داریم و اون زبان مشترک هم نیست که مکاتب باید باز شو به خیر مردم. برمیگردم به شما آقای پیگیر. حکمت کرزی گفته در طی یک سال که حکومت بالاخره نتوانست که در مکاتب را باز بکند، منظور از مقتلیسه است، مقتلیسه دختران، یک شرمندگی برای همه است. ولی پرسش اینجاست که حکومت هم آیا چنین کار را مایه سرافگندگی و شرمندگی میداند یا نه؟ ببینین خب چند موضوع خدمت شما عرض میکنم. بله. هر افغانی که در هر گوشه جهان یک افتخار میآفرینه، همه ای ما بالای زوم نیس افغان افتخار میکنیم، ولو از نگاه سپورت باشه، سیاسی باشه، هر زر نگاه که باشه. و هیران باید بدانیم هر افغانی که اونا نام افغانها را بد میکنن، نام همه ای ما بد میشه. ای حتی مطرح نیست کی در کدام حزب است، کی در دولت است، کی در دولت نیست. ببینید امروز سرخط خبرهای دنیاست، به عربی هم بشنویم میگن مکاتب دخترها را افغان ها بسته کده، و حتی نمیگن طالب ها، میگن افغان ها مکاتب بسته کدن. به انگلیسی هم بشنوین، به فرانسوی هم بیان، به هر لسانی که ببینید این طبیعی که هیچ افغانی دلیل نداره. شما در خارج برین 10 نفر شما را استاد میکنه، می سوال از پیشتان میکنه، همین شما چرا مکاتب بسته؟ نمیگه که امارت بسته کده، میگه بس. شما افغانا چرا مکاتب برای دخترایتان بسته کدین؟ پس پرسش همین است که آیا این حکومت که افغانی، اسلامی و شرعی است و یک حق اساسی اسلامی و شرعی بخش از مردم افغانستان را اکنون برایش ندادند و مانع ایجاد شده بر اساس هر عاملی که است و هر استدلالی که خودشان ارائه می کند، آیا حکومت همین عمل کرده خود را کار نادرست، سرافکندگی و شرمندگی می داند یا نه؟ تا حال آنچه را که بیان کردن ببینید، نه این سوال باید از حکومت شود. ولی اما تحلیل شما برداشت شما از عمل ولی من من حیث یک افغان، من حیث یک افغان جواب می دهم که هر کار بدی را که ما به مردم افغانستان می کنیم، او کسی کده باید مذرت بخواه و طبیعی سرفگنده است. ما اول از مردم افغانستان، از تمام دخترای افغانستان مذرت خواستم، با وجود که هر روز در رسانه هستم چیغ میزنم که بلیاز خدا در مکاتب برای دخترای ما باز بکنید، ولی ناکام ماندیم.
و یا کوشش کردن که ما را ناکام بانند با سایر دوستای ما که همراه ما هستند. ببینید وظیفه هر دولت است، هر دولت وقتی که دولت میاین اونا ولایت ها را میسنجن چی کار را ما بکنیم تا مردم خود از بدبختی نجات بدیم. هر شو در تلویزیون ها در رسانه های شما ببینید که از المن صدا مبرایه مونته زنانه دکتر راوله، از پکتیام برایه که شما دیدین در زلزله چیغ میزد مردم که دلته زنانه دکتر نشته. هی یکی از وظایف دولت است. ولی اکنون همین دولت وظیفهش تا انجام نداده، در مکاتب بسته است. بالاخره چه باید شود؟ ببینید خب دولت اگر وظیفه خود درست انجام نمیده شرافتمندانه باید استعفا بدن. بین که می فرهنگ گرچه در طول تاریخ من ندیدیم در افغانستان، ولی حکومت که حاضر به تشکیل حکومت فراگیر یا همشمول هم نیست، فکر میکنید که حاضر به این خواهد شد که استعفا بدهد؟ ببینید خب ما باید امی فرهنگ رایج بسازیم. ببینید از یک طرف میگن که در فرهنگ بخشی از مردم افغانستان نیست که دختر خود مکتب روان بکنه، پس یک بخش دیگه مردم افغانستان هم نمیخواه که آقای وزیر معارف شما وزیر باشین، هیره هم قبول بکنین و یا در مجموع در باری حکومت مردم نظر منفی داره. بین که اگر مردم بخش بخش ما میسازیم خود تمام بخش ها رو گپش بشنیم، نه تنها در مورد مکاتب دخترها. باز ببینیم اگر موضوع را همین بهانه آخر سر موضوع فرهنگ بود، بله کلتور بود، دین مبین اسلام پیش است یا فرهنگ، یا شریعت بگیرین یا فرهنگ بگیرین. دین مبین شما اسلام... گفتید فرهنگ همچنین نیست. این من میگم برای شما نه، ولی کسایی هست وزیر صاحب هست که میگه فرهنگ ماست. پس اگر فرهنگ شما هست فرهنگ ما نیست، فرهنگ افغان ها همیست که باید ما دکتر داشته باشیم، ما معلم زن داشته باشیم، ما پرستار زن داشته باشیم، بالاخره خانم ها کار بکنه، بالاخره مردم ما باسواد باشه، مردم بیسواد. پس با توجه به حرفای شما این فرهنگ ذهنی است و فردی، نه روس و معنی. ببینی خب که مطرح آیا دمی طول امی صد ساله که دخترای افغان مکتب میخوانه اونها رو دولت به زور برده؟ یک سوال است. بله ما هر روز خودم دخترک من دستش میگرفتم طرف مکتب میبردم، لباس مکتبش من میخریدم، قلم کتابچهش من میخریدم. پس این فرهنگ از کجا شده؟ شما مثال ها داریم، کابل میگم از پکتیا 12-20 کیلومتر را در بایسکل میبرد دخترک خوده دو پشته. پس او ببینین خب یکان تا هر کس جهان از ذهن و چشمای خود میبینه. شاید وزیر صاحب همین فکر خودش بده باشه، ولی ما مثال های بسیار زنده داریم دمو هلمند و قندهار، پکتیکا و پکتیا و خوست که دخترها هم ما دیو شما رو که وزیر معارف شناخت از مردم افغانستان نداره، از فرهنگ افغانستان ببینه. ببینه پکتیا یک ولایت پشتونشین و مردم بسیار زیاد سخت گیر این موارد است. بله. ولی صدا از موج بالا شد. او دخترها را کس بزرگ در بازار نبرد، او دخترها را کس در مکتب نبرده بود. ممنون. پس این فرهنگ ما نیست. ما عایشه درانی داریم، شاعرها داریم، این فرهنگ ما نیست. این سر مردم افغانستان نقبولانیم. ممنون. بونو آروین، ریچارد بنت گفته طالبان باید حقوق زنان را تامین بکنند و مکتب های دختران را بازگشایی. خواسته که بارها به شکل مکرر از سوی سازمان‌های متعدد و جامعه جهانی در طی یک سال مطرح شده، ولی بالاخره طالبان تا حال نکردند که همین دروازه‌های مکاتب را باز بکنند، چه برسد به این که زنان را در ساختار سیاست و قدرت در رده‌های اول جا بدهند و یا هم حق بدهند. فکر می‌کنید که این خواست‌ها تأثیر روی چنین سیاست و روی کرده داشته باشد؟ ما وقت به صحبت های اشاره کردیم که مردم افغانستان و ما به عنوان زنان افغانستان آیستا آیستا از جامعه جهانی ناامید میشیم، یکی از دلایل شما بود که وقت نشست ها برگزار میشه متاسفانه این نشست ها تشریفاتی است، نشست ها محتوایش تا آنی موضوع گذر است، محتوایش تحقیب نمیشه
و صادقانه جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان نیست و اینمی دلایل است که امروز زنای افغانستان با گذشت یک سال از تجربه محرومیت و محکومیت از جامعه جهانی ناامید هستند. به می خاطر من اشاره کردم که وقتی همه ما شما می دانیم که با نصایح، با اعلامیه ها، با گزارشات و با انجام بده و انجام نده چیز در افغانستان تغییر نمی کنه و گوش شنوا وجود نداره. من نمی فهم که با کدام وجدان این باز هم یک خط و یک قلم رو یک کاغذ پیشونی خود می مانند و دوباره عین حرف را که در جلسه قبلی در نشست قبلی گفته بودن عین دوباره رو تکرار میکنن. و این نمی خاطر است که ما میگیم در جهان واقعا صادقانه می خواهد پولی مردم افغانستان باشه باید گام های عملی رو برداره تا محد حل اعتماد دوباره احیا شد. ممنون آقای پیگیر. در حدیث 30 ثانیه فکر میکنید که آجمله که بارها تکرار شده که افغانستان تنها کشور در قرن 21 در سطح جهان است که دختران بالاتر از سن 6 به مکتب نمی رود. فکر میکنید که این کار توجیه عقلی، مذهبی، سنتی، فرهنگی، شرعی و انسانی دارد؟ ما میشه گفتیم بستن مکاتب یک جفای بزرگ و یک نسل کشیست و هیچ دلیل اسلامی، افغانی، انسانی و منطقی نداره. سپاس. بنان دروازه های مکاتب برای دخترای افغان باز بکنید. سپاس از شما سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان و مریم معروف آروین مدافع حقوق زن. و اکنون هم رفت و برگشت کوتاهه.